قسمهای محبت، قسمهای محبت، محبت با الله. و از این جمله شرک اکبر است. الله تعالی می فرماید و از مردم کسانی هستند غیر از الله همتایان را انتخاب میکنند و آنها را مانند دوست داشتن الله دوست میدارند. محبت داشتن برای الله این واجب است، بلکه این از بلندترین قله ایمان است. الله تعالی می فرماید محمد رسول الله است و کسی که با او هستند بر کافران سختگیر و در میان خود مهربانند. محبت طبیعی این جایز است به شرطی که بر محبت الله تقدیم نشود و مثل آن محبت فرزند و همسر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود یکی از شما ایمان نمی آورد تا که من در نزد او از فرزند و والدین و همه مردم محبوب نباشم. عملی که الله تعالی از آن راضی می شود و آن هر عملی است که شریعت با آن آمده است مانند توحید. با آن عمل کننده مانند انبیا، رسولان، ملائکه، صحابگان و همه یکتا پرستانند. زمانهایی که الله تعالی آن را دوست می دارد مانند شب قدر و سه یک آخر شب. مکانهایی که الله تعالی دوست می دارد مانند مکه و مدینه منوره. اکنون معنای گفته مسلمانان بنده او در شهادت این که محمد رسول الله است چیست؟ یکم، یعنی پرستیده نمی شود زیرا که او پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی از خصوصیت های ربوبیت، الوهیت و نام ها و صفت ها نیست. دوم، و اینکه او عابدترین خلق است، پس او صلی الله علیه و سلم کمال بندگی را برای الله جل جلاله بجا آورده است. اکنون قسم های بندگی برای الله سبحانه و تعالی: یکم عام، دویم خاص، سیم خاصه خاص. عام و آن بندگی ربوبیت، قهر و غلبه، و این برای همه خلق است. الله تعالی می فرماید هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیایند. در ضمن این بندگی مؤمن و کافر داخل می شود. خاص و آن بندگی طاعت عامه است. الله تعالی می فرماید و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه می روند و این همه کسانی را که برای الله سبحانه و تعالی به شرعش عبادت می کند فراگیر است. خاصه خاص و آن بندگی رسولان علیهم السلام است. الله تعالی می فرماید همانا او بنده سپاسگزار بود، پس این بندگی به سوی رسولان اضافه شده خاصه الخاص است، زیرا که یگان کس این رسولان را در بندگی الله سبحانه و تعالی مسابقه نمی کند.